حکایت روزه در حال طفولیت. به طفلی درم رغبت روزه خواست، ندانستمی چپ کدام است و راست. یکی عابد از پارسایان کوی، همی شستن آموختم دست و روی. که بسم الله اول به سنت بگوی، دوم نیت آور، سوم کف بشوی. پس آنگه دهن شوی و بینی سه بار، مناخر به انگشت کوچک بخار. به سبابه دندان پیشین بمال، که نهی است در روز بعد از زوال. وزان پس سه مشت آب بر روی زن، زرستنگه موی سر تا زغن. دگر دست ها تا به مرفق بشوی، ز تسبیح و ذکر آنچه دانی بگوی. دگر مسح سر، بعد از آن غسل پای، همین است و ختمش به نام خدای. کس از من نداند در این شیوه به، نبینی که فرتود شد پیر ده. بگفتند با ده خدایان چه گفت، فرستاد پیغامش اندر نهفت. که ای زشت کردار زیبا سخن، نخست آن چه گویی به مردم بکن. نمسواک در روزه گفتی خطاست، بنی آدم مرده خوردن رواست. دهن گوز گفتنی ها نخست، بشوی ای که از خوردنی ها بشوست. کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوتری نام و نعتش بخوان. چو همواره گویی که مردم خرند، مبرزن که نامت چو مردم برند. چنان گوی سیرت به کویندرم، که گفتن توانی به رویندرم. چنان گوی سیرت به کویندرم، که گفتن توانی به رویندرم. وگر شرمت از دیده ناظر است، نه ای بی بسر غیبدان حاضر است. نیاید همی شرمت از خیشتن، که از او فارغ و شرم داری ز من.